از افضل رضا، کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای افضل رضا، سلام و عرض ادب. بنده سلام عرض میکنم خدمت شما استاد گرامی و بینندگان محترم شبکه امام حسین علیه السلام. آقای افضل رضا، گزارش رو دیدیم و شنیدیم. تحلیل شما از آینده پاکستان و فضای سیاسی آن چیست؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، حزب آقای عمران خان بالاخره بعد از ماها پس از برگزاری انتخابات اخیر پارلمانی در پاکستان که 19 بهمن سال گذشته یا 8 فوریه امسال برگزار شد، پس از چندین سری لغو مجوز برگزاری اجتماعات مردمی و طرفدارانش، بالاخره روز گذشته با جنجال‌های بسیار توانست این اجتماع رو برگزار کنه. علاوه بر اینکه مسیرها رو مسدود کرده بودند، بالاخره دولت پاکستان تدابیر امنیتی شدیدی رو وضع کرده بود، ولی به نظر میرسه هزاران نفر از طرفداران آقای عمران خان، نخست وزیر برکنار شده این کشور، دور هم جمع شدن و اصرار میکنن و ضمن مطالبه برای آزادی رهبر خود، دولت فعلی یعنی جناح حاکم رو به چالش میکشونه. خب بحثای بسیار جنجالی از سوی سخنرانان یا مسئولان حزب عمران خان، از جمله اولتیماتوم دادن به دولت که اگر تا 15 روز دیگه آقای عمران خان از زندان آزاد نشه، حزب عمران خان به همراه هزاران نفر از طرفدارانش به اصطلاح میرن به سمت زندان یورش میبرن و رهبرشون از زندان نجات میدن. جدای از این که همکار گرامی، چنین بیانیه های سیاسی تلقی میشه و برای راز نگه داشتن طرفداران میباشه در این برهه، اما همچنان تب بحران سیاسی و رویارویی جنجال آفرین میان جناح حاکم و اپوزیسیون همچنان داغ زاویه پیدا کردن آقای عمران خان و حزبش با تشکیلات قدرتمند نظامی این کشور همچنان یک عاملی برای بی‌ثباتی سیاسی در این کشور قلمداد میشه. کما اینکه اخیرا سخنگوی ارتش پاکستان با اشاره به ماجرای دستگیری رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی این کشور که گفته میشه با عمران خان در برخی از این پروژه سیاسی همکاری داشته، به بنا به گفته و اظهارات سخنگوی ارتش پاکستان، ناظران سیاسی در پاکستان معتقدند که محاکمه نظامی آقای عمران خان هم در آینده نزدیک اتفاقی هست که گریبانگیر حزب عمران خان و خود آقای عمران خان خواهد بود و به نظر نمیرسه که تشکیلات قدرتمند ارتش این کشور خیال کوتاه آمدن و یا سازش با حزب عمران خان و یا خود آقای عمران خان رو داشته باشه. بله، ممنونم. با تشکر از افضل رضا، کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.